والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. خدمت تمام بینندگان عزیز، عجز سلام و ادب دارم. در این قسمت از برنامه داریم به زندگی امام ابو داود می‌پردازیم که مشهور است سنن ابو داود همه شنیده اند، و حالا ببینیم امام ابو داود چه مردی است و اینم به صورت مختصر مطالبی در مورد زندگیش بیان میکنیم و قول اهل علم در موردش و در کجا متولد شده و این صورت که میشنویم. امام ابو داود امامی است در واقع معتمد، ثقه و سید و سرور حافظان است. اسمش سلیمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمر الازدی السجستانی، سجستانی صاحب السنن، که در سال 202 متولد شده. 202 امام شافعی در سال 204 فوت کرده، اما امام ابو داود در سال 202 متولد شده. یعنی وقتی که امام شافعی فوت میکند، امام ابو داود 2 سالش است. این است که ما گاهی میگیم، مثلا وقتی که بیان میگیم، مثلا خیلی ها میگوین چجوری شما مثلا داری حرفی میزنی که مثلا اون حدیث امام شافعی مثلا چجوریه که خلاف قول امام شافعی مثلا احادیثی وجود دارد که امام شافعی نگفته، یا امام ابو حنیفه نفرموده، یا مثلا امام دیگر از ائمه دین، امام مالک، مثلا امام احمد، این چجوریه؟ ما میگیم به دلیل اینکه علمای حدیث، اونایی که به صورت مخصوص، یعنی به صورت خصوصی در مورد حدیث روایتا و دلایتا کار کردن و شروع کردن، تقریبا بعد از ائمه بودن، یعنی بعد از امام ابو حنیفه و امام مالک و امام شافعی. و تنها امامی از ائمه حدیث، ائمه فقه که معاصر اون امامان حدیث بوده، امام احمد بوده، که مثل یک شاگردی بوده، یک استادی بوده برای اونا و اونا ازش استفاده کردند. در نتیجه گاهی پیش میاد که مثلا حدیثی صحیحی وجود داشته باشد که یکی از ائمه مجتهدین مثلا اون حدیث رو ندیده، مثلا امام ابو حنیفه حدیثی باشد که مثلا ندیده باشد، نهایتا اجتهادی کرده باشد خلاف اون حدیث، یا مثلا امام شافعی، امام مالک. بالاخره این چیزی طبیعی. امام شافعی در کتاب الرساله می فرماید هیچ کدوم از ما نیست الا احادیثی از دستمون در رفته. هیچ کدوم از ما، به صورت مطلق بیان می کند. یعنی ما منظورش تمام ائمه دین است، پیشوایان دینی. میگه هیچ کدومی، و میفرماید کسی وجود ندارد که به تمام احادیث احاطه داشته باشد. کسی وجود ندارد. پس در نتیجه تمام احادیث نزد یک نفر نیست و یک نفر به آن احاطه نداشته، بلکه همه احادیث نزد همگان است. یعنی باید ما در مجموع تمام احادیث، یعنی به دست ما رسیده، اما اینجوری نیست یک عالم تونسته باشه بر کل احادیث احاطه داشته باشه، اینجوری نیست. همچنان که الان ما دیدیم امام بخاری، امام مسلم مثلا در کتابهایشون
مثلا امام ابو داود کتاب های احادیثی آورده در مسلم نیست، در بخاری نیست، در ابن ماجه نیست، در ترمذی نیست، در نسائی نیست، و اونا هم هر کدوم برای خودشون احادیثی آوردن، در دیگری نیست. این میرسونه بالاخره همه، هیچ کس نبوده به صورت کلی 100% احادیث را به آن دسترسی پیدا کرده باشد، همچنان که امام شافعی فرمود رحمه الله. حالا ببینیم امام ابو داود از در همون اوائل کودکیش علاقه به علم داشت، علاقه به علما داشت، محب علم و علما بود و با آنان همنشینی می کرد و از سرچشمه زلال آنان می نوشید و به حد بلوغ نرسیده بود تا شروع کرد به مسافرت کردن برای طلب علم. مناطق زیادی را گشت، حجاز، شام، مصر، عراق، جزیره، فغر، خراسان و غیر از آن، یعنی اطلاع، یعنی بر احادیث زیادی اطلاع پیدا کرد در طول این مسافرت ها و این گشت ها و این طلب ها که انجام داده است، تا نهایتا احادیث زیادی را جمع‌آوری کرد و آنان را غیر بال نمود و در کتاب خودش به اسم سنن تألیف کرد و جمع‌آوری کرد. میگه بیشتر از یک بار وارد بغداد شد و حدیث سنن خودش را برای اهل بغداد مثلا روایت میکرد، بلکه میگویند انه الفه بها، میگویند همونجا کتابش را تألیف کرد تو بغداد و آن را بر امام اهل سنت که احمد ابن حنبل است عرضه نمود، گفت این کتاب اینو نوشتم و اینو جمع‌آوری کردم، ببین چجوریه. فاستجاده واستحسنه، فرمود کتاب خوبی است و واقعا کاری نیکی انجام داده اید. این بود که بصره را محل سکونت خود قرار داد. اون هم زمانی بود که امیر بصره از او درخواست نمود که در اونجا ماندگار شود تا اهل علم به اونجا بیایند و از او استفاده کنند. و حتی درخواست نمود، گفت باید بیایید و مخصوصا برای خانواده خودم و برای فرزندان خودم جلسه خاصی داشته باشید، مثل بقیه که از امام بخاری هم درخواست کردند. گفت باید برای ما بالاخره امرا و خانواده امرا نمیشه با بقیه عامه مردم باشیم و شرکت کنیم در مجالس علم، باید وقت خاصی و شما بیایید تو خونه برایشون جلسه خاصی بذارید. گفت نخیر، چنین کاری نخواهم کرد، شما مثل بقیه مسلمانان وارد شوید و بیایید در این مجلس علم شرکت کنید. نهایتا نتیجه به این رسید که یک قسمت را جدا کردن در داخل مسجد که اونا قاطی دیگر مردم نمی شدند و در یک جای خصوصی می نشستند و به درس امام ابو داود گوش می دادند. یعنی این نکته خیلی عجیب و زیبایی است که امرا در اون زمان خودشون اینقدر طالب علم بودند و خانواده خود را وارد کردند، هرچند اون اشکالاتی داشتند، احساس کردند نباید با مردم قاطی شوند و این چیزها. امام ابو داود استادان فراوانی داشته است، از مهمترین آنان احمد ابن حنبل بوده رحمه الله و امام قعنبی و ابو عمرو الضرير و مسلم ابن ابراهیم و عبد الله ابن رجاء و ابو الولید طیالسی و غیر از آنان، و با امام بخاری و مسلم در بعضی از استادا مشترک بوده، یعنی اساتیدی داشته که خود اون اساتید امام بخاری و مسلم هم نیز اون اساتید داشتند، مثلا مثل امام احمد بن حنبل و عثمان بن ابي شيبه و قتيبه بن سعيد. يعني این سه تا استاد کسانی بودند، هم امام بخاری، هم مسلم، هم ابو داود، از آن استفاده کردند. و علمای زیادی و شاگردان زیادی از امام ابو داود هم استفاده کردند، از جمله امام ترمذی. امام ابو عیسی ترمذی یکی از شاگردان امام ابو داود است ماشاءالله. و عبد الرحمن نسائی، امام نسائی، سنن نسائی،
اینم یکی دیگر از شاگردان امام ابو داود بودن و پسر خودش ابو بکر پسر ابو داود و ابو عوانه اون عالم بزرگوار ابو عوانه یک کتاب دارد به اسم کتاب حدیث ابو سعید ابن الاعرابی ابو علی لؤلؤی ابو بکر ابن داسه ابو سالم محمد ابن سعید جلودی و غیر زنان علمای فراوانی از این بزرگ مرد استفاده کرده اند و میگه مهمترین افتخار برای امام ابو داود این است که استادش از او داره حدیث روایت میکند. امام احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل که استادش است میآید از شاگردش روایت میکند. این یک نکته جالب و زیبایی است که به عنوان لطائف اسناد مطرح میشن، یعنی یکی از لطیفه قشنگی زیبایی است که مثلا استاد از شاگرد خود داره روایت میکند. مثلا در یک حدیث اون استاد شاگردش شده، شما گفتن من شاگرد و تو استاد. خیلی نعمت عجیبه. یعنی اینجوری بودن امامان بزرگ ما که احمد ابن حنبل نمیگه من استادم چجوری از شما حدیث میشنوم، نه خیر، وقتی که میبینه این علم بیشتری دارد در برابرش مثل یک شاگرد قرار میگیرد و از او علم دریافت میکند. این نکته بسیار نکته زیبایی است. این حدیث است که امام ابو داود روایت میکند از حدیث حماد بن سلمه، اون هم از ابی معشر الدارمی، اون هم از پدرش، میفرماید ان رسول الله صلی الله علیه و سلم سئل عن العتیره فحسنها. این حدیث است که امام احمد بن حنبل روایتش می کند از ابو داود که میفرماید از رسول خدا سؤال شد صلی الله علیه و سلم در مورد عتیره، فرمود کار خوبیه، کار بدی نیست. عتیره گوسفندی بود که در ماه رجب ذبح میکردند و از گوشتش میخوردند و میدادند به کسی که میومد. و بعضی میگویند که مثلا افرادی می اومدن، یک نفر نظر میکرد که میگفت اگر مالم ثروتم به فلان حد رسید مثلا یک حیوان را ذبح میکنم. هنگامی که اسلام آمد آن را تأیید نمود و آن را مثل اینکه تأیید کرد، چون کار خوبی است و بالاخره عمل نیکی است. اما در یک حدیث صحیحی داریم که امام بخاری روایت میکند، میفرماید لا فرع ولا عتیره فی الاسلام، میگه در اسلام عتیره وجود ندارد. پس در اینجا علما گفتن چجوری گفته عتیره وجود نداره ولی در اینجا گفته خوبه، کار بدی، چیز بدی نیست، یعنی به عنوان واجب نیست، یعنی به عنوان کسی اگر این کار را به عنوان یک واجبی بگیرد واجب نیست. حالا ببینیم اخلاق این مرد بزرگوار چجوری بوده و اخلاقش و وقارش چجوری بوده. ابو داود شکی نیز یکی از علمای است که به علم خود عمل کرده و و واقعا از درجه بسیار عالی از عبادت و عفاف و پاکدامنی و صلاح و ورع و تقوا بهرمند بوده. اصلا نمونه ای بوده که باید دیگران از او پیروی میکردند. بعضی از بزرگواران نقل می کنند از امامان بزرگ، می فرمان ابو داود یشبه بی احمد ابن حنبل فی هدیه و دلیه، یعنی می گوین امام ابو داود شباهت داره به امامش، به استادش شباهت دارد، در روشش و در وقار و سنگینیش شباهت داره به امام احمد ابن حنبل. و احمد بن حنبلم به وكيع بن جراح شباهت داشت و وكيعم به سفيان ثوري و سفيان ثوري به منصور و منصور به ابراهيم نخعي و ابراهيم به علقمه شباهت داشت و علقم و علقمم به ابن مسعود و ابن مسعودم به رسول خدا صلى الله عليه وسلم. و تلك لعمر الحق منقبة شريفة، واقعا حقيقتا اون یک فضیلت بزرگی است، دلالت می کند بر کمال دین امام ابو داود و بر هدی و روشش و بر اخلاق او. امام ابو داود میگه یکی از این
آستین لباسش یکیشون خیلی بزرگ بود، یکیشون خیلی کوتاه و تنگ بود، یعنی خیلی گسترده و گشاد نبود. گفتن این چرا، برای چی این کار انجام دادی؟ گفت این بزرگه کتاب را توش میاندازم، اون یکی دیگه نیازی ندارم، چرا اسراف کنم بزرگ باشه؟ اون یکی دیگر که من به آن نیاز ندارم همین تنگ باشه دیگه، کافیه دستم بیا و بیرون و من بتونم وضوم را بگیرم، دیگه نیازی نیست چرا بزرگتر باشه، ولی این یکی نیاز دارم کتاب توش میاندازم، کتاب توش میاندازم و برای حمل و نقل کتاب نیاز دارم، دیگه چرا اسراف کنم این یکی هم اینجوری کنم، این یکی نیاز دارم دیگه، اون یکی دیگر نیازی نیست. حالا ببینیم علمای بزرگوار در موردش چی میفرمایند. مثل بقیه ائمه بزرگ، این هم علمایان بزرگ و دانشمندان بزرگ تعریفش میکنند و مهمتر از همه احمد ابن حنبل رحمه الله. احمد ابن حنبل میفرماید حافظ ابن هارون، یعنی خود احمد ابن حنبل داره تعریفش میکند که بیان میکنیم، و در میان آنان کسی مثل حافظ ابن هارون، حافظ موسی ابن هارون میفرماید ابو داود در دنیا آفریده شده فقط برای حدیث، انگار دیگه این مرد برای این کار ساخته شده، دیگه چیزی دیگری نه، واقعا مرد این است و در آخرت هم برای بهشت، یعنی طوری زندگی میکند که بهشت را خریده، و در علم حدیث و در کار روی حدیث به حدی کار کرده انگار خدا ابو داود را آفریده فقط برای حدیث، و در آخرت هم برای بهشت، ما شاء الله. و می فرماید همین موسی ابن هارون میگه بزرگتر از او من ندیدم. و سهل ابن عبدالله توستری، عالم بزرگوار، عالمی متصوف، می فرماید می آید فود گفتن به امام ابو داود این سهل اومده میخواد شما را ببیند، اونم گفت سلام به او کرد و خوش آمد بیش گفت و گفت بفرما. فرمود ای ابو داود من کاری دارم. فرمود بفرما. چی میفرمایی؟ در خدمتم. فرمود باید جواب بدی، بگی کارتو انجام میدم وگرنه نمیگم چی کاری دارم. فرمود تا حد امکان انجام میدم، بفرما در خدمتم. فرمود اخرج لسانك الذي حدثت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقبله. فرمود این زبانت را بیرون بیار که حدیث رسول خدا را به آن بیان میکنید تا ببوسم. فاخرج لسانه فقبله. اون هم زبان خودش را بیرون آورد و این مرد بزرگوار زبانش را بوسید. شیخ عبدالله توستری، این در واقع چیزی عجیبی، یعنی این قدر برای علمای حدیث ارزش قائل بودند و برای آنان محترم و گرامی بودند، ارزششون واقعا می دونستند. امروزه افرادی هستند و زبان درازی می کنند علیه سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، شرم و حیام نمی کنند احادیث صحیحی که این مردان بزرگوار، که این بزرگواران این چنین زندگی خود را وقف کرده اند برای حفظ حفاظت از دین خدا و احادیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم، آنانم این چنین می آیند زبان درازی می کنند و احادیث رسول خدا را با چشم حقارت به آن نگاه می کنند و آن را مانند هیچ گونه اهمیتی برایش قائل نمی شوند و آن را رد می کنند. ابراهیم حربی، عالم بزرگوار، حافظ بزرگوار میفرماید ابو داود حدیث برایش نرم شده بود، خمیر شده بود، آنچنان که آهن برای داود خمیر شده بود. داود پیامبر چجوری آهن برایش خمیر شده بود، هرچی میخواست ازش میساخت، ابو داود هم حدیث آنچنان برایش خمیر شده بود، یعنی راحت احادیث برایش آسان شده بود. و ابو بکر خلال، حافظ فقیه حنبلی، مرد بزرگوار می فرماید ابو داود سلیمان بن اشعث سیستانی امامی است که در زمان خودش سلامت است. رجل لم يسبقه الى معرفة تخرج العلوم.
میفرماید مردی است قبل از، یعنی کسی از او سبقت نگرفته است در این زمینه در علم حدیث، و کسی در اهل زمان در زمان او بالاخره به اون حد نرسیده است. ابو بکر اصفهانی و ابو بکر بن صدقه میرن ارزش او را بالا میبرند و او را ذکر میکنند و میگویند ما مثل او را در زمان خود ندیده ایم. و اکنون به یک میان برنامه نگاه میکنیم و بعد برمیگردیم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. اکنون ادامه مطلبی که گذاشت، امام ابو داود ببینیم دارای چه مذهبی بوده، آیا واقعا پیرو مذهب خاصی بوده یا اینکه خودش مجتهد مستقلی بوده. بعضی از علما آن را در ردیف طبقات حنابله ذکر نموده اند، یعنی گفتند جزء یعنی پیرو ابو احمد بن حنبل است. اما در واقع همچنان که الان بیان کردیم و گفتیم که امام احمد بن حنبل اون مد بزرگوار استاد او بوده، اما این در واقع دلیل بر این نیست که امام ابو داود خودش به حد اجتهاد نرسیده و در نتیجه در مسائلش پیروی از احمد بن حنبل کرده. این چنین نیست. اگر کسی مثلا بیاید کتاب سننش رو نگاه کند، نخیر، اونجا خودش یک مردی است مجتهد و داره اجتهاد می کند و استنباط می کند و ترجیح می دهد، اقوال دیگران را می آرد و در نتیجه مشخص می شود اون خودش یک مرد مستقلی بوده. نه فقط او، بلکه کل علمای حدیث و محدثین همشون مجتهد بودند و اجتهاد خود را در عناوین مطالبشون که ذکر کردن بیان کرده اند. عناوینی که انتخاب می کند می شود اجتهاد اون مجتهد و اجتهاد اون محدث. این نتیجتاً چنین حرفی چندان واقعیت ندارد که او جزء بالاخره پیرو شخص خاصی بوده باشد. نخیر، از علما استفاده نموده و خودشان به حد اجتهاد رسیده و اجتهاد کرده است. و امام ابو داود که توضیح دادیم انسانی بوده، ارزش برای علم قائل بوده و در مقابل علما و امرا و حکامی که حتی از او درخواست کارهایی کرده اند، وقتی که دیده این کار دیگه باعث می شود برای علم، یعنی توهین به علم محسوب می شود، حرفشو قبول نکرده. این مطلب که قبلا گفتم، من نمی دونستم اینجا ذکر کرده، قبلا خودم توضیح دادم که امام خطابی با سند خود است از ابو بکر بن جابر نقل می کند که خادم ابو داود بوده. می فرماید من نزد ابو داود بودم در بغداد، یک دفعه نماز مغرب را خوندیم، یک دفعه دیدیم شخصی داره درو می کوبه، در را باز کردم، دیدم که این امیر ابو احمد موفق داره اجازه می خواد، میگه اجازه هست وارد شم. وارد ایمات پیش امام ابو داود، یعنی یکی از والیان و امرای اموی بود، و والد پیش ابو داود اومد و بالاخره مگه منم گفتم فلان جاستو، اونم اجازه داد. فدخل و قعد، والد شد و نشست. ابو داود فرمود ای امیر، چه چیزی شما را در این ساعت از این وقت شب شما را به اینجا آورد؟ فرمود سه چیز از شما میخواهم. یکی این که به بصره منتقل شوید و در اونجا سکونت گزینید تا اینکه طلبه علم و طالبان علم همونجا به تلفت بیایند و اونجا را آباد کنید، چون واقعا بصره ویران شده به سبب اینکه زنج و از اطراف خیلی اومدن اونجا سکونت گزیده اند. فرمود خیلی خوب، این مورد دوم چی بود؟ فرمود این هم است که کتاب سننت را برای فرزندانم روایت کنی. فرمود خیلی خوب، مورد سومت چیه؟ فرمود این است که یک مجلس خاصی برای اینا قرار بدهید.
اونم بالاخره در یک مجلس خاص و یک جلسه خاص برای اینا بگذارید که اونا به صورت خصوصی شرکت کنند، چون دیگه اینا نمیخوان با عامه مردم قاطی شوند. ابو داود فرمود این یکی دیگه نه، مولد سوم دیگه نمیتونم بپذیرم، چون مردم شریف و وضیع، یعنی اونایی که بالاخره به قول شما شریف هستند یا اونایی که درجه پایینی هستند در علم یکسان هستند. میگه دیگه ابن جابر میفرماید دیگه بعد از او چاره ای نداشتند، وارد میشدند و حضور پیدا میکردند. ولكن ويضرب بينهم وبين الناس ستر، فقط پرده ای در میان اونا گذاشته شد که قبلا این مطلب را بیان کردم. حالا ببینیم امام ابو داود کی فوت کرده. بعد از این حیات پرخیر و برکت و جمع‌آوری احادیث و منتشر کردن آن، امام ابو داود در بصره فوت کرد، همون جایی که دیگه به عنوان مسکن خود انتخاب کرده بود. در ماه شوال سال 275 فرضی الله عنه و ارضاه، خداوند متعال او را مورد رضایت خود قرار دهد. و ابو داود بعد از خودش یک فرزندی بالاخره بعد از خودش موند که اسمش عبدالله بود، و این عبدالله مرد بزرگواری شد، حتی بعضی میگویند از پدر خودش پیشی گرفت از علم. عبدالله ابو بکر عبدالله بن ابی داود و هو امام ابن امام. ابو بکر در سال 230 هجری متولد شد و در سال 310 هجری فوت کرد، یعنی دقیقا بله در سال 310 هجری. امام ابو داود دارای تألیفاتی است، از جمله کتاب السنن، همون سننی که داریم در موردش بحث میکنیم، کتاب المراسیل، کتاب القدر، ناسخ و منسوخ، فضائل الاعمال، کتاب الزهد، کتاب دلائل النبوه، ابتداء الوحی، اخبار الخوارج. این کتاب ها از جمله تألیفات امام ابو داود هستند، اما مهمترینشون همون سنن است که در موردش بحث میکنیم. حالا در اینجا وقت آن رسیده که ببینیم این کتاب امام ابو داود چه نوع کتابی است و چه جوری است. امام ابو داود روشی که در این کتاب اتخاذ کرده، جمع آوری این کتاب، روشی است کاملا خلاف بقیه محدثین، یعنی بقیه محدثین مثل امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، یا مثل مسند بقیه کسانی که مسند جمع آوری کردن، مسند امام احمد بن حنبل، بقیه مساندی که مسند زید بن علی الی آخره، مساند فراوان وجود دارند. کتاب ها معمولا جمع آوری می شدن یا به صورت جوامع یا به صورت مسانید، که کتاب جوامع و اینا طوری بودن کتاب احادیث احکام در آن وجود داشت، و که مطائل دیگری مثل فضائل، مثل قصص و داستان انبیا، مواعظ، آداب، تفسیر، تا اینکه امام ابو داود اومد و کتاب خاصی را تألیف نمود فقط در مورد سنن و احکام. یعنی فقط امام ابو داود کوشش کرده، البته احادیث کمی وجود دارد در چیزهای دیگر ولی خیلی کم است، معظم مطالب امام ابو داود، سنن ابو داود، احکام است، یعنی احکام فقهی. اولین بحثش به کتاب الطهاره شروع می شود، دقیقا انگار یک کتاب فقهی است. شروع کرد به کتاب الطهاره، بحث احکام طهارت و بالاخره وضو گرفتن و نمیدونم قضای حاجت و همچنین به همین صورت کتاب الصلاه و بالاخره کتاب الزکات و الی آخره، کتاب را تنظیم نمود و ترتیب نمود. این روش خاصی بوده که امام ابو داود در واقع اتخاذ کرد، و امام ابو داود در اینجا تصمیمش این نبوده فقط حدیث صحیح را جمع آوری کند، همچنان که امام بخاری و مسلم انجام دادند، بلکه حدیث صحیح و حدیث حسن و حدیث ضعیف را نقل کرده است، لان ضعیفی که محتمل باشه، یعنی تعدادی هم حتی گفته باشن صحیح است، اما
بعضی هم گفتند ضعیف است. اما حدیثی به قول خودش که میفرماید من حدیثی نیاوردم به اتفاق همه ضعیف باشد، هرچند وجود دارد اما به نظر خودش خیال کرده وجود ندارد. میفرماید اون چیزی که ضعف شدید داشته بیان کردم، گفتم این یکی ضعف شدید دارد، اینم درست است. اینم در یک مطلبی که برای اهل مکه میفرستد، هنگامی که اهل مکه سوال میکنن از او در مورد کتابش، میفرماید کتبت عن رسول الله صلی الله علیه و سلم 500,000 حدیث. میفرماید من از رسول خدا صلی الله علیه و سلم 500,000 حدیث نوشتم، 500,000 حدیث، و من در میان این 500,000 4,800 حدیث را جمع آوری کردم و آن را در این سنن خودم جمع کردم و بالاخره جا دادم و در آن صحیح و آن چیزی که شبیه صحیح باشد در آن جمع آوری کردم. یعنی چی؟ یعنی صحیح و حسن. ولی اینجا این قسمت به پایان رسید و انشاءالله قسمت های بعدی ادامه می دهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Uh-huh.